حالا که تو پشت همه گردا و گردنگندیا رو به خاک رسونی و میخوای بری تهرون، دلم میخواد اونجا منو سرفراز کنی، ثابت کنی پسر جلالی و بچه زور خونه. تا ببینیم خواست خدا چیه. رفتی تهرون یه سر میری سراغ آسد کاسه. درسته که ما سالهاست همدیگر رو ندید، ولی دوستی و رفاقتمون که گم نشده. آدرس اوجی آسد کاسمو بهت میدم، میری بهش میگی من پسر جلالم و از شیراز اومدم. تو دیدیش؟ نه، ندیدمش. داشت آبتنی میکرد. هوا سرد شده، نباید بذاری دیگه تو خونه آبتنی کنه. به حرفم گوش نمیکنه. چرا گوش میکنه؟ اینکه بچه نیست. هنوز بچه هست. هنوز بچه هست؟ وقت شوهر کردنشه. بازم که شروع کردی. مرحبت هست بچه هست خواسته داریش. اینم که دست بردار نیستم. بهشون گفتم دو سه روز دیگه بیا. بی خود گفتی بیا. لاشون نده تو این خونه. خانواده خوبی هم. من اصلا ازشون خوشم نمیاد. آخرش چی؟ دختر امونت مردمه، بالاخره یه روز میره تو خونه یه مرد. کدوم مرد؟ تو به تیمور آدمای بی سر و پای مثل اون میگی مرد؟ همیشه همینو میگی. حتما یه عیبی دارن. قبول دارم که تیمور لات و بی سر و پاست، ولی مصطفی پسر کربلای جعفرم لاته؟ آتقی پسر خاتون جوان به اون رعنایی لاته؟ سهراب پسر میرزا یدالله که اهل محل به اسمش قسم میخورن اونم لاته؟ بس شدی که بس کن. چه خبری خواهر؟ بازم که دعواتون شد؟ این دعوا همیشه تو این خونه هست. چرا؟ از من میپرسی؟ ناراحت نباش. نمیدونم چی میخواد بشه. انشالله خیره. این پارچه شب عید خریدی، چرا میخوای بفروشی؟ گرفتارم، مجبورم. همه گرفتار. هر کس به یه شکلی.
به هم بگو مرد، تو به خاطر احتیاج میخوای فرش زیر پای زن و بچه تو بفروشی؟ چی کار کنم؟ فرشتو میبری خونه، من یه پولی بهت قرض میدم، به زخم زندگیت بزن. ایشالا وضعت که روبرا شد قرضتو به هم میدی. خدا از بزرگی کمت نکنه. دا این چه کاریه؟ جدت بهت عوض بده. برو جونا، دست علی به همراهت. تیمور خان زینت بود. از کدوم بر رفت؟ طرف خونه. اینو داشته باش بینا، با همینجا وایسا، من الان برمیگردم. باشه چش. زینت خانم، کاری داشتی؟ میخواستم ازت بپرسم بالاخره چی جواب میدی؟ بهتره به جایی که تو راهو نیمه را چلوی منو بگیری با آسف کاتر صحبت کنی. باش چند دفعه صحبت کردم، جواب سربالا میده. خودت چی میدی؟ بزرگتر و اختیار داره، من آسف کاتمه، جواب اون جواب منه. چه اینطور؟ شما کاری داری؟ ما آسد کازمو میخوام. خودم هستم، آمری بود. من پسر آقا جلالم، از شیراز اومدم. آره جاوود؟ جاوود؟ بفتر بوی آسامیا، بوی جلال، مشالله مشالله، چه رشید، چه رعنا، پسر عین پدر، سوم نریمان، الله اکبر. بله، شاگر شما میدی، بنده خودم. میتی؟ این رفیق منه، بهش میگن که میتی خورمالو. نه خورمالو تو هوا. تو چرا خواهد الان گفتی؟ گفتی، منم گفتم. بایقار آقا میتی هم مثل خودت برای ما عزیز. شاکر شما، فقط میتی هم. باشه، چرا بایستدین؟ چرا مثل من بختتون زده؟ بفرمایی، بفرمایی بریم خونه. ماتر نکنی، از ما رسیدین خسته ای. بله خسته ای. کمه دورا باشه، میگم بعدم براتون بیارم. بفرمایی، بفرمایی. مواظب حجره باش پسر. چشم.
داوود پسر جلاله. آقا جلال؟ آره از شیراز اومده. میبینی ماشاءالله یلی شده. خوش اومد. بفرمه. خواهش میکنم. بفرمه. خواهش میکنم. میگم عجب دو دستایی داره وبری سرکه سرکه ساخت نه؟ سرکه نیست و سکه هست. بفرمی بفرمی خواهش کنی بفرمی خواهش کنی بفرمی خواهش کنی خواهش کنی برو تو. خب از خودت از جلال برام بگو، برام بگو حالش کارش چطوره؟ والا خیلی دلش میخواست به دیدن شما بیاد اما اختیار نیست. خوش باشه. شاید هم تا چند روز دیگه کارش رو راست‌ریز کنه و دو سه روزی بیاد خدمت. قدمش بالای چه؟ سلام. چرا ماتت برده دختر؟ بیا جلو. داوود غریبه نیست، خودمونی، از شیراز اومده. آدرس منو که راحت پیدا کردی؟ من تهرون رو مثل کف دستام بلدم. از میدون سدسمال گرفته تا خود سرچشمه همه شو فوت آبم. گم که نمیشیم که مگه نه؟ پس خیلی جاها رو بلدی. بله. اما حالا دیگه تهرون بزرگ شده. تو این شهر درنده شطور با بارش گم میشه و سگ صاحبش رو نمیشناسه. ببخشید. بله. خیلی خوب، بگو تشریف داشته باشن، همین الان میام. شما از راه رسیدین، باید استراحت کنین. منم باید برم هشته، ایشالا شب خدمتتون میرسم. با اجازه. خدمت از ما. خواهش میکنم، راحت باشین، راحت باشین، بفرمایید. ببخش. زینت؟ بله. کارت دارم. این پیران چیه پوشیدی؟ پوری عوضش کن. چرا سر برهنی؟ مگه نمیبینی نامحرم تو خونه هست؟ چرا اسم تو عوضی گفتی؟ ترسیدم وقتی بفهمی منم نه یا کاری داشتی؟ میخواستم ببینم بالاخره یه جواب درست حسابی به هم میدی. جواب حسابی همونه که بارها بهت دادم. بیشتر از اینم خوشم نمیاد باهات سر کله بزنم. همین؟ بله همین. میتونی بری. باشه. جای خوبیه. آدم دلش وا میشه. خیلی. رفته بودم زیارت. شمم روشن کرد. شم. آخه حاجت داشتم. چه حاجتی؟ تو نمیدونی. چرا؟ میدونم.
راست میگی جونشون طرف رو نشدی؟ نه قشنگ بود داغشون رو میزدی و میدیدی کجا میرن؟ حالا عقلم نرسید خیلی نداره طرف هرکی باشه دختره رو میرسونه خونه تو در خونه باش ببین کیه و بعدش کجا میرن منم اینجا منتظرت میمونم دلم میخواد خوشخبر باشی یا برو باری کرد برو باش سلام خسته نباشی سلام آه بگو ببینم قراره چی شد تمام شد چهار ما چجوری دلت طاقت میاره تو شیراز بمونی چهاری چیه پول خوبی گرفتم چشم هم بذاری تمام میشه تو نمیای پیشم چرا نوکرتم هستم عزیز دلم دوست تو کلم حرف حسابی بشنفی پرسیدم دوست داری دوست کلم حرف حسابی بشنفی حرف حساب همیشه از دهن آدم حسابی بیرون میاد گوش کن کازم آسد کازم آسد کازم همه محل پشتت درت نماز میخونم کوچیک و بزرگ حرمت تو دارم دم از عزت و مردی و مردونگی میزنی ولی دلم میخواد بدونم معنی مردی و مردونگی رو میفهمی آره تو مستی برو بگیر بخواب من مستم یا تو که سرتو کردی تو لاکه تو از دنیا بیخبری آزد کازم دلم میخواد به هم بکی امرو خواهرزنت ناموست زینت خوشگله کجا بوده و با کی بوده کس کنون دهار کسی به تو گیریم که ما لال شدیم کور شدیم چر شدیم چیزی عوض میشه نه 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 آسد کازه این لال شدن این کور شدن این کر شدن آب رفته رو به جوب بر نمیگرد آب رفته رو به جوب بر نمیگرد من مستم عقدیم و ندیم گفتن مستی و راستی رک و پوسکنده بهت میگم دوست دارم رک و پوسکنده هم بهم بگی اون پسر جوونه که تو خونه جا خوش کرده کیه ها؟ داوودو میگی داووده یا ماووده من نمیدونم فقط میدونم همونیه که داره از چندوی خونت اصل میخوره همونه که امروز دینت خانم جونتو برده بود دده فرداست که همه اهل محل خبردار شن خواهرزن آسد کاظم فاسخ گرفته و ددهی شده خافه خون بکیر وای به حالت اگه دروغ گفته باشی اگه راست گفته باشم زینت میدونی چقدر دوست دارم من فقط از دل دیوونه خودم خبر دارم پس این وسط منم که بیاس میتونه یکی بگم این طرف بزنی
برو تو اتاق گیس بریده. من خودم باش حرف بزنی. نه تو نباید باش حرف بزنی. خیلی خوب، بابا اون میفرست. اونو بفرستی بهتره. اون وقت قبول میکنه؟ تو بار که قبول نکرد. فرق میکنه، بابام آقا جلاله، رفیقشه، تازه وقتی تو بخواد اون باید قبول کنه. مگرم میتی؟ ها؟ آره بابا آره. نه خالیم ما چی گفتیم الکی میگه آره. تو منو میخوای مگه نه؟ پرسیدم تو منو میخوای مگه نه؟ چی بگم؟ بگو منو میخوای. میگم آخه تو از همهشون بهتری. آخه نوکرتم، تو هم از همهشون بهتری. از کیا؟ از دخترای اونجا. از همهشون قشنگتری. راستی؟ دروغم چیه؟ مکی؟ آره بابا آره تو که هنوز اینجا اگه نگفتم از اینجا بریم. رفتش خیال دارم چند روز دیگه بمونم. گفتم باید بری، نرفتی؟ گفتم که چند روز دیگه بمونم. پس اینجا برو، همین امروز. هر وقت دلم بخواد میرم. سرگه آگرو حرف من نباید حرف باشدی کنی؟ باید بری. سب کن، من ازت میخوام که اینجا بری همین امروز. بیاد اینجا بره، من اینجا میری. اما بازینه فازینه؟ آره ای تو میترسی برو. کی گفته میترسم؟ من همیشه با تو هم. این همون پسر هست که با زینت بود. آره خودم فهمیدم. بریم دیگه. نه منتظر میمونیم ببینیم آخرش چی میشه. اینجاش که سر دراز داره. هرکی زنه
کجا جون به سرم کردی؟ داوودو داوودو کتکی زد. کتکی زد؟ واسه چی؟ اون منو دوست میخواد با من عروسی کنه. اومد تو برو بارا بعد با هم داره. اون میخواد بگیرتی. غلط میکنه. اونم عیب داره؟ سر تا پاش عیبه. مثل اونای دیگه؟ مثل اونای دیگه. تو داری بیانه میگیری؟ آره یادت رفت مادر خدا بیامرزم دم آخر چقدر سفارش کرد؟ گفت آسید فاطم در حق بچه من پدری کن. پیرزن گردنبند یادگاری مادرشو به تو داد و گفت میخوام زینب که عروس میشه با دست خودت به گردنش بندازی. اما توی مست، توی سیامست عجب به وصیتش عمل کردی. تو دلت نمیخواد زینتو شوهر بدی. تو دلت نمیخواد اون از این خونه بره بیرون. میخوای تا آخر عمر تو این چهاردیواری حبسش کنی. حبس بدی که حرف نزن. لال شو چرا لال بشم دیگه؟ حقش شدم. چرا بستم 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 خبش رو چت شده؟ بند دلم پاره شد. تو که گفتی نمیترسم. من نمیترسم اما بند دلم پاره شد. اون نمیخواد تو شوهر کنه. اون عاشقته. میفهمی؟ اون عاشق چی؟ با داوود باشه. اون خوشبختت میکنه. باباشه آقا جلا. آقا جلا؟ آره اون تو شیراز دورخونه داره، همه میشناسنش. آقا داوود به حرمت و رفاقتی که باباش با آسد کاظم داره دستش بلند نکرد و الا همه عمرش تو دورخونه بوده. کسی هم نمیتونه به این زور بگی. تو میگی چیکار کنم؟ با من بیا. میترسم. وقتی عروسی کردی دیگه کاری ازش بر نمیاد. نمیدونم چیکار کنم. مامی اجازه تو برد و بیار باقیش با من. باشه باش. من حرفی ندارم. آشار زینات آشاری آشار آشار با شما کجا هستیم زینات؟ تو دلت نمیخواد اون از این خونه بره بیرون. میخوای تا آخر اون توی چار دیواری حبسش کنی. میخوای وقت دادی که حرف نزن. لال شو. چرا لال بشم دیگه؟ خسته شدم. چرا حرف ندارم؟ چرا بسته
بوده. پرسیدم کجا بوده؟ زینت کجا بود؟ نمیدونی؟ پرسیدم زینت کجاست؟ کجا رفته؟ ندارم، نمیدونم کجا رفته. میگه آتیش از گور تو برام میشه. به من چه مربوطه؟ اون بزرگ شده بلا خودش چی بکنم زن؟ میدونه. من این وسط هیچ کارم خفشو، خفه خون بگیر زن. زنم خفشو زن سید کاظم که تو رو نمیشناسه؟ نه. آها، دلم میخواد زرنگ و قبراق بری در خونه کاظم به زنش برگ بزنی، به عنوان اینکه دوست داوودی از شیراز اومدی سر و گوش آب بدی و ببینی تو اون خونه چه خبره. باشه. حواست باشه بند آب ندی تیز و بازم برگردی. بازم باشه. منزل آسف کاظم اینجا؟ فرمایشی بود، من زنشم. من از شیراز اومدم با آقا داوود کارم. شما؟ رفیقشم. آقا جلال منو فرستاده حالشو بپرسه. پدرش؟ بله. والا حقیقت اینه که آقا داوود امروز رفت شیراز. شیراز؟ آره، اما تنها نرفت. اون خواهر من زینت هم با خودش بود. آخه قراره با هم عروسی بکنن. عروسی؟ به این طرف ارزی؟ چاره ای نبود. آخه آسف کاظم با این عروسی خلق خوش نشون نداد. هنوزم نمیدونه اونا کجا رفتن. شما هم اگه احیانا بهش برخوردین حرفی نزنین. انشالله وقتی اونا عقد کردن آسف کاظم هم سر عقل میاد و کارا به خودی خود درست میشه. حالا بفرمین تو. نه دیگه، زحمتو کم میکنم. با اجازه. شیراز تشریف میبرین؟ انشالله. از قول من رو نمیکنی؟ میکنم. سر جده. آخم نده مرشد. به جده میکنم. عرف نداره خود دانی امانتی من کجاست؟ تو قفصه خودتی. خیلی بگذرونه، باز آسد وزیم سیاه پوشیده. نگاه کن، آسد وزیم سیاه پوشیده. چی شده بازم آسد وزیم سیاه پوشیده؟ خدا به خیلی بگذرونه. چه خبر شده؟ کاظم آسد کاظم سیاه پوشیده بود، مثل دیوونه ها سوار شده رفت. رفت؟ میره شیراز. شیراز؟ آره، ولی اون دیگه سالم از شیراز بر نمیگرده. بر نمیگرده؟ اگه برگرده شمرم جلو دارش نیست. چی کار میخوای بکنی؟ میریم شیراز، محمودی رو هم میبریم. طاووس هم اونجاست، چند ماهیه ندیدمه. هم فاله هم تماشا. خلاصه کنم، هر کجا کاظم باشه تیمور هم مثل اجل معلق نازل میشه. Thank you.
آسد کازم؟ بره از چرا بی خبر؟ بچه ها معطل نکنیم، باز بریم محمدی ها سلام آن بپسن الله 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 هم فرقی نکرده مگه نه برادر؟ همینطوره، همون ید و وزا، همون قد و قباره، یادتو اون قدم زدن ها، شونه به شونه ها، اون گل دفتن ها، پا به پای ها، ستایی از پس یه ایل بر میمدی، همونطور که از پس زینن و دار و دستش بر اومدی. گند و ما رو میگم، یادت بشی؟ آره یادم برادر. تازه دلم میخواد حرف بزنیم، یهو این طرف ها چرا بی خبر؟ پسرمو دیدی؟ فرستادم دست بوسه داوودو میگم. از یه چیز بود و تو میدونی که یه روز نتونی ناموست رو حفظ کنی. حالا اون روزه کوشم رو نبینم. جلام میخواد چشمات رو باز کنی. حرف بزن. یکی ناموسم رو دزدیده، دختری که تو خونه من بود، خواهر زنم، زهیت رو میگم. اون کیه؟ یه بیغیرت. اون کیه؟ یه نمک نشناس. اون کیه؟ یه دست ناموز. اون کیه؟ همینه تو نزدیکتره. به من؟ آره آره، پسر تو، پسر تو، پسر من. اگه اشتباه نکنم از پشت تو نیست. همه برم بیرون، خودت هم برو.
کارت دارم. داوود نباید این کارو میکرد. حتما دوستش داره. کازه داوود من پسر خوبیه، ولی یه خورده سر به حواس اونو ببخشش. من خیال میکنم یه امونتی پیشت دارم، دلم میخواد اونو پسم بدی. صحیح و سالم زینت رو میکن. اونو از اینجا میبری صحیح و سالم، قول میدم. منتظر باشید، برمیگردم. داماد آقا داوود، عروس از اینت خانومه. شاهد شاهد مهدی. بله بله، آقا مهدی. آقا مهدی با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. داوود خانم زینت خانم، سبیه مرحوم مرتضی خانم، آیا اجازه می فرمایید شما را به عقد دائمی آقای داوود محمودی فرزند آقا جلال در بیاورم؟ سلام آقا جلال. سلام، خوش اومدید. داوود اینجا نایمده؟ نه، چند روز اینجا نایمده. کجا میتونه باشه؟ یه سری رفته خونه مهتی. مهتی؟ هره رفیقشو میگه. خدا حافظ. خدا حافظ آنجا. الله مبارک است. مبارک باشه. عروس خانم اینجا رو اینجا ها داماد شما افتقه شنگت رو بکن. منم انگوش میزنم. سلام آقا جلال، انشاءالله مبارک است. به پای هم پیر بشم. بفرمایید مبارکه. دلت بشیر بکنید. بفرمایید. سلام جا. سلام. بابا بهم مبارک باد نمیگه. خدا خرابات این کارو به خیر کنه. تنها اومدی
عقدش کرده. نمیخواستم کار به اینجا بکشه. خیره. سخت نگیر کازم، اتفاق بدی نیفتاده. بگیم دارم میخواد تو دستاشونو بدی به هم. اونا دفت خوبی هم. من داوود رو با خودم میبرم، همون بلایی رو سرش میارم که باید سر یه دوست ناموز رو بود. کازم، بلایی که سر سهراب پسر تبری مرکی گیر اومد یادم یادمه. حالا همون بلا سر داوود میاد. اون پسر منه، پسر جلال. قاسم هم یه دوست ناموسه. عاقل باش قاسد. قاسم عاقل. اینجا شهر منه، دست تو کوتاست. به داوود که میرسه، تا من زنده هم نمیرسه. خیلی خوب باشه. من دنبال داوود میکردم. داوود؟ یا کلامی زود هیچ خبری ازش نمیدونم. خوش اومدی. اوزا رو براز. راحتم، همه جا امن و امانه. تازه کن. تازه است. کاری ازم برمیاد، تعویرم بده. کیو به تعویر بدم؟ داوود. چی کار کرده؟ جرمش چیه؟ تو نمیدونی؟ ببین کازم، زمانه دیگه عوض شده. باری برای من نشده. اونا جفت خوبی هم. داوود خوشبختش میکنه. یا کمی شیطون هست، ولی همچی که بیفته تو خط زندگی عاقل میشه. مگه ما خودمون شیطان نبودیم؟ من دارم از یه دوست ناموز حرف میزنم. اون عقدش کرده، هر دو بالغم. دخترم به میل خودش اومده، حالام زنشه. کوتا بیا. بشیری که من میشناختم و رفیقم بود، با این بشیر از زمین تا آسمون فرق داره. من فرقی نکردم. این تویی که داری همه چیز رو زیر پا میذاری. آسد قاسم حق میگه. پس حق بگو. حق میگم. اینو همه میدونم. من اون دوز ناموس رو با خودم میبرم. جانو کن میگیرم. با من در میفتی. حرف دورانیست قاسم. حرف امروزه. این شهر قانون داره. منم مجری قانونم. قانونو به نخم میکشی؟ یادت رفته اکبر آق ابرامو که یه شهر از ترسش دار ترک میشد کپ بست تحویلت دادم؟ اکبر آق ابرامو شکری کنی؟ سزای قانون شکر. زندان! پس زندگیم کن! به وقتش! هنوز که کاری نکردی. موسیقی
سر دلم باز داره هوای پرواز شیوه عاشقی رو کرده دوباره آباد این دل عاشق من عاشق بحر بنام وای به شهر عشق و دلبران تناز عزیز من خوش اومدی خوش اومدی خوش اومدی به شیوان جدای دلم و خیلی سزونده ولی باز به دلم مهر تو مونده ببین قدرت عشق که دوباره دوتا زنده خیلی دوست دارم معلومه بیشتر از دو ماه من شیرم و تو نیومدی حالا که اومدی به قول خودت به خاطر سید کاظم و خواهرزن خوشگلش اومدی اونا رو ولش کن فعلا جمال خودم و خودت عشق هست بیا تو بغلم قربان برام الهی گوشی بده به تیمور خواه من یوسفم تیمور تو همونه کاری داری بگو بهش بگم بگو الان جلوی تی بی تی بودم داوود سوار شد و رفت تهران گوشی میشنفی؟ آره بگو یوسفه میگه جلوی تی بی تی بودم داوود سوار شد و رفت تهران خوبه خوبه باش بگو خوشحالم کردی کاری دیگه نداری؟ بگو بیاد خونه منتظرشم تیمور از این خبر خیلی خوشحال شد گفت خودتم بیا خونه میان؟ نو کرتم هستم خدا حافظ میری خونه ما بل. اونجا کسی نیست بل. منم یه ساعتی اینجا میمونم بل. بعد تو میای من میرم خونه باشه بل. ناراحت نباش میترسم به خدا خیلی میترسم
تا من زنده هم دست کازم به تو نمیره. از این حرف ها گذشته، حالا چی کار میخوایی بکنی؟ من زینت رو با خودم میبرم. میبری؟ لابد مردش اینقدر تعصب داره که بیا دنبال نومیزش. یادت باشه کازم، زینت عروس منه، منم جلالم. با آبروی من بازی نکن. پسرت اون حرمزاده چرا با آبروی من بازی کرد؟ تر از اینجا بری میرم. بری بازی ند، حرمت رفاقتو نگه دار. دنیا که آخر نشده. برای من شده رو حتی به خوابم نمیدیدم. اگه دست من به روی تو بلند میشد، من اون دست رو زیر ساتور میذاشتم. سابیا نه بیا همش کنه کنه یا تو رو یا نه همش کن سگه رفاقت و نور و نمکی که با هم خوردیم. من دست به روی تو بلند نکردم. یه وقت فکر نبی جلال ترسو شده، پیر شده. چه کاز بسته ببین، به حرمت جدت، به حرمت رفاقت و نور و نمکی که با هم خوردیم، من دست به روی تو بلند نکردم. یه وقت فکر نکنی جلال ترسو شده، پیر شده. شیرگه پیرم بشه بازم شیره. اینو اون وقتا خودت میگفتی. عیب نداره، گذشته هرچه بوده گذشته. من میدونم تو مردی، جوون مردی. بیا در حق داوود منم پدری کن. بذار با هم عروسی کنم. شب عروسیشون تو میخندی، من میرخزم. بعدشم خودت دست به دستشون میدی. آسد کرده چی شد اون همه خلابه؟ چرا خانه شد خودت را نیدی و دلی دلی نمیخوری؟ اون همه غیرت و تعصب که ازش دم میزدی چی شد؟ کو؟ از با میشنو بی قشنگ پره این دیش و پشمو بترشی و جا سرخاب بمانی. بسته میشه زینات، زینات، زینات،
کجا؟ غیبت کنه کجا؟ آخه کازم اومده بود با آقا جلال دعوا شد. دارن کتککاری میکنن. کتککاری؟ ایبی نداره. اون را از سطح هم بر میاد. بیا بریم. دو داشت من اطلق رو بیدم. دو داشت بیدم. بیا دارن 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 دارن. نابود است. تو دخالت نکن. بیشتر آبرو ریزی میشه. آخرش چی؟ نمیدونم. فقط اینو میدونم اگه این مردم ولنگار از ماجرا بویی ببرن و بفهمن سر جلال و عروس جلال چی اومده دیگه وا مصیبت. ولی من جلوی این آبرو ریزی رو میگیرم. اون کاظمی که من میشناسم شمرم جلو دارش نیست. خدا کنه خودش سر آن. به خاطر رفاقت تو بد چاله افتاده. آبروی جلال آبروی منه، آبروی همه ماست. رسم مردی و مردونگی نیست که تنها ببوره. باید از این چاله درش بیاریم بیرون. چی کار میخوای بکنی؟ شاید ندارم که کاظم دختره رو برده تهرون. میریم دنبالش. نه نبرده تش تهرون. از کجا برده؟ تو کارم سر خرابه بیرون دروازه اونجا منتظر داووده. منو فرستاده که به داوود بگم. حالا خب داوود بیاد خلاص بشه. به داوود چی کار داری؟ تو با من کار داری؟ به خاطر من اومدی شیراز و این علم شنگر رو به پای کردی. منم که حالا اسیر تو هم. هر کاری دلت میخواد بکن. دیگه با تو کاری ندارم. برعکس، تو فقط با من کار داری. آسد کازم، تو منو دوست داری، تو خاطر خواه منی، تو منو میخوای، فقط منو. بسته دیگه، بسته خفه خون بگیر. تا کی خفه خون بگیرم، تا کی لال بشم، دلم تره کی، مردم دیگه. بیا این من، این سر من، هر کاری دلت میخواد بکن. بپرسون تن تو نانجیب. من نانجیبم یا تو؟ من بدم یا تو؟ تو که انسانیت و پاکی و مثل یه توف دیره پای انداخت یا نه کردی؟ آخه چی دیگه از جون من میخوای؟ آخه چی میخوای؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ من فقط داوود میخوام. تا داوود نیاد دست من خلاص بشه. میشه. رفیق آقا جلالیم. آقا جلال؟ را بیافتیم بریم.
بازم اومده. دست بردار نیست، اون خیال داره داوود منو بکشه. چه کنم بشیر؟ تموم این بدبختی ها رو من از چشم تو میبینم. این تو بودی که به خاطر دوستی جلوشون نگرفتی و بهش اجازه دادی هر کاری دلش میخواد بکنه. ممکنه من با خیلی ها دوست باشم، ولی این دوستی نمیتونه مانع انجام وظیفه‌ام بشه. پس چرا توقیفش نکردی و نمیکنی؟ پس چرا آزادش گذاشتی؟ میدونی بشیر، آزادی این گرگه ها ممکنه برای من خیلی گرون تموم بشه. آقا جناب، درسته که ما با هم برادریم، ولی یادت باشه من مجری قانونم. هر کاری هم میکنم باید در چارچوب قوانین باشه. تو میگی کاظم خیال داره داوودو بکشه، این یه خیاله. خیالم که جرم نیست. من که نمیتونم قصاص قبل از جنایت بکنم. اون عاشق زینته. زینت؟ آره، اینو خود زینت میگه. خاطرخواهی کورش کرده، کرش کرده، مردی و مردونگی رو ازش گرفته. من که باور نمی کنم کاظم و این همه بیقیدتی محاله. حتما اشتباه میکنی، تو عصبانی هستی. یه کمی صبر کن. صبر کنم؟ نه، دیگه طاقتم تموم شده. از امروز به بعد منم مثل خودش میشم. سعی میکنم جلوی تیشه کاظم ریشه نباشم. از قدیم و ندیم میگفتم جواب مشتو باید با مشت داد. من یادم رفته بود. کجا میری؟ خیال داری چی کار میکنی؟ خیال که جرم نیست. طاووس ترون دو سه روز دیگه برمیگرده. اونه خالیه خالیه. حالا وقتشه که نقشمو عملی کنم. چه نقشه؟ یادت بهت گفتم کاری میکنم که پوزه کاظم به خاک مالیده بشه؟ آره یادم. اگه یادته گوشاتو وا کن و ببین چی میگم. میری در خونه جلال، منتظر میشی که جلال از خونه بره بیرون. به فاصله 4-5 دقیقه در خونه رو میزنی و به زینت میگی برای داوود پیش اومدی کرد. پیش شما؟ آره، بهش میگی اتوبوسی که داوود توش بوده تصادف کرده و داوودو بردن مریض خونه. بعد دختره رو به هوای این که ببریش پیش پسره میاریش خونه. اون وقت؟ اون وقت دیگه بقیهش با من. جایی میری؟ همین امروز. هستی بری بهتره. باش بیبریم. دوست با تو هم طرف هم رفیقا، اون نامردا، اونایی که تیرشون کردی و به نامردی ریختن سر من کجان؟ چرا تو سوراخ قایم شدن؟ تو معنای مردی رو میفهمی؟ باست کاسم مرد، اینو همه یه ترون میگن. عشنگ تره بگن مرد بود جنال. تو اگه مرد بودی این علم چنگه رو بپا نمی کردی. صغیر و کبیر و تو آتیش دیوونه بازیات نمی سوزوندی. تو اگه مرد بودی شوشکتو برای یه الف بچه پسر من تجده می بستی. اون ولد زناست. بچه بیگه دلم از دست تو ترکی. سلام. سلام. دست خالی اومدی؟
آجت خانم تا روز جمعه میاد. تازه چه خبر؟ من کال زینت چطوره؟ والا من کل خبر رو سب دارم، بریم تا بهت بگم. زینت زینا نه از جون من چی میخوای؟ تو چرا اینقدر نامردی؟ هر چی دلت میخواد بگو، جیغ بزن، فوش بده، عیبی نداره. خیلی منتظر یه همچین وقتی شدم. بیا نوکرت رو بیا قربونت برم. زینت زینت کجایی؟ زینت 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 کجایی؟ کجا بودی؟ دست حرف بزن. دست تو جمع کن. اونجا که دلم میخواست بودم، میفهمی؟ اونجا که دلم میخواست، دلم میخواست. تو دیوونه شدی؟ دیوونه؟ دیوونه تویی که حرفای منو باور کردی. عمو جون برو برو رد کاره. تو خیال میکنی با کی طرفی؟ یه دختر چشم گوش بسته که هیچی سرش نمیشه؟ رو راست بهت بگم، من از اولشم تو رو گول زدم، به خاطر اینکه از دست کازم خلاص بشم با تو اومدم شیراز. حالا هم دیگه آب از سرم گذشته، بیشتر از من دوست ندارم خرید. زیرک شخص حسینی میگم، من اون دختر معصومی که تو فکر میکنی نیستم، بیشتر از صد تو رفیق دارم، میفهمی؟ زیرک شنیدی بابا؟ وجود میری؟ چی کار میخوایی بکنی؟ نه چی بخوام تعریف کرد تعریف کرد که کازم زینتو با خودش برده تو کارون سر خرابی بیرون دروازه و یه شب باهاش بود. بابا کازم بلا سرش برده. فکر نمی کنی؟ هنوزم فکر نمی کنی؟ جمع رو میدارم. خب سراغ تو رو میگرفت و میگفت من دلش نمی کنم. خلاصه با آقا جلال درگیری پیدا کرد. بعد آقا جلال رفت و اون از از تا حالا همینجا نشست و فکر کرد. خیلی تو خودش بود، پیش پای تو بلند شد و رفت.
نفهمیدی از کدوم بر رفت؟ رفت کوچه پشت بازار موشی. با من کنم. پرسیدم با من کاری داشتی؟ تو آسمونا دنبالت میگشتم. اینو من میخواستم بهت بگم. بی خیرت بی جهانت رو ببن بچه. بچه تو گنده. یه مرد با تو حرف میزنه. یه مرد با یه نامرد. خاطر خون بگیر حروم زاده. حروم زاده توی. تویی که به یه دختر معصوم و بیگناه رحم نکردی. حروم زاده توی که خدا با وجدان و پیر و پیغمبر رو ندیده گرفتی. تو باید لچت به سرت ببندی. میکشمت. به علی میکشمت. اینطور حروم زاده خفه شو. خفه خون بکی. میکشمت. کنون بچه چرا میزنیش به این طرف؟ تو چی از جون ما میخوای؟ تو کی این همه بی انصافی؟ تو کی این همه بی وجدانی؟ آخه آسد کاظم تو مردی، چرا مردمگی و انصافتو گم کردی؟ کی میخوای بیدار بشی؟ کی میخوای حقیقتو بفهمی؟ اگه میخوای ما رو بکشی بیا بکش و یه دفعه خلاصمون کن. ما که هر روز هزار دفعه از دست تو میمیریم. آسد کاظم تو رو به خدا بسته دیگه. بسته بسته بسته. بریم این ناراحتی ها تموم میشه. ما با هم عروسی میکنیم. عروسی؟ نه نه داوود، ما هیچ وقت با هم عروسی نمیکنیم. عروسی نمیکنیم؟ نه. چرا؟ خیلی دلت میخواد بدونی. حرف بزن. پس گوش کن. وقتی تو تهرون بودی یه روز یه مردی اومد در خونه، گفت که داوود یه بلایی سرش اومده. دنبالش را افتادم. اون وقت چی شده؟ چرا زینت خانم گریه میکنه؟ میتونی؟ بله. دست به کار شد. او رو حیات و آب و جارو کنم. روز جامعه من و زینت با هم عروسی میکنه. نه تو بود، نه. بعد عروسی من دانم و تیمو بریم. تو گرگی گرگ، چرا تو خونه من این کارو کردی؟ بی وجدانی نامرد تکی. آها گردن تو تبر نمیزنه. اون وقت چی بگم؟ لام از سر چی بگم؟ آخه چرا این بلا رو سر اون دختر آوردی؟ چرا اونم مثل من بیچارش کردی؟ چرا؟ زیادتر از کپونت حرف میزنی. خفه خود بگیر. چه وعده هم ندادی؟ اون همه قسمایی خوردی، از مردی و مردونگی حرف زدی. همچین که خرم کردی و خرت از پل گذشت، تو شدی سواره با ما پیاده. بعدش کارم به اینجا کشید که میبینی شدم یه زن سیسنری. ولی یادت باشه من کسی کاری نداشتم، اما اون آسد کاظمو داره. جیگرتو در میاره. چطور ببند؟
برو بیرون از این خونه. اگه نرم اون وقت من میرم. یادت باشه این رفتن آخر عاقبت خوبی واسه تو نداره. تیمور بدونی که از این بادا بلرزه. میدونیمو تعریف کنیم. یه وقت کلکی دستمون نده. سگه کی باشه؟ بریم از اینجا. میریم ولی چند روز دیگه. آقا اینجا زورخونه یه آقا جلاله. آره کاری داره. باید آقا جلالو ببینم. آقا جلال؟ یا آقا جلال یا آسد کازم کارشون داره. با اونا چی کار داره؟ من کارگرشونم. یکی بلا سر زینت خانم آورده، میخوام بهشون بگم. سر زینت؟ آره. به من بگو تا ببینم چی کار باید بکنم. تو تیمورو میشناسی؟ میشناسم. بله خوبم. میدونی چه حرومزاده یه؟ آره میدونم. پس گوش کن. تو کجاست؟ آخر خیابون زند کوچه چوببری نمره 24. یکی از دوستای آقا جلال برده. آقا جلال رفته مسجد کرد. من میرم دنبالش. تو هم برو خونه یه جوری سر تیمور رو گرم کن تا ما خودمون رو برسونیم. فهمیدی؟ زود میای؟ حتما. سلام بفرم. آقا جلال اینجا؟ نه یه ساعت پیش اینجا بود رفت. چیه؟ چی شده اینقدر حراسونی؟ یه اتفاقی افتاده. یه اتفاقی خیلی بد. باید آقا جلال رو پیداش کنم. چه اتفاقی؟ حواست باشه کاملا مواظبش باش نانجیبو باش خیلی بریم خودتو نگردار بار زیادی ها تو بیتی تا یوسف یوسف برو جره کاسمو بگی خیلی کلک شما کن زود باش کودا کورسانه خبری اینجا بیدم بیشنه نه نه نمیدونه برم کنی برم کن Oh, my God.
چی شده؟ کی تو رو زد؟ تیمور بیشرف فرار کرد طرف کارخونه چوب بری. Ma non se ne metti verso. نشون بده.
لاستیک همه چلکی داره چی کار بکنی؟ بشتری پایی، سوتا تسلیم بشید این یک از این دستور براتون خیلی گرون تموم میشه. اگه جونتون دوست دارین تسلیم بشید. شنیدین؟ تخلف از این دستور براتون خیلی گرون تموم میشه. گفتم اگه جونتون دوست دارین تسلیم بشید. دستا بلا بیه درو برجاد به تو هم بسر برجاد نترس بیا برجاد با تو میگم برجاد من تسلیم میشم من جونم رو دوست دارم چرا ساکتی؟
مبارک باد بزنی. مجلس درگور. صفا آوردی سیه. دیر وقته. عروس رو ببری. چشم سیه، بدون تو صفایی نداره. تو باید بیا دست به دست کن بدی. من میام. اونا رو بفرست برم. بچه ها بفرمه شما. سیه جون پاشو برمیتا پاشو بریم. من میخوام با حاجر حرف بزنم. تو برو، من اومدم. باشه، با اجازه تو. Thank you.